من خیلی با کابین عقب تیمسار رویی پرواز کردم. اولا که دیگه گفتن نداره که مثلا چه خلبان برجسته ای بود، چه خلبان بزرگی بود، و گفتنم نداره ایشون عضو تیم آکروجت بود و مراحل که دیگر. اگر ربیعی هیچ کاری برای نیرو هوایی نکرده باشه، فقط فرماندهی پدافند، فرماندهی تاکتیکی هوایی رو بنا نهاده و کامل کرد و ادامه داد و خودش فرمانده اولش بود، همین یک کارش ربیعی رو قهرمان نیروی هوایی میکنه. دیگه کارهای دیگرش اصلا کاری ندارم، همین برپایی فرماندهی تاکتیکی هوایی رو. من با ربیعی پرواز میکردم. ببین یه جایی گفتم تو یکی از سخنرانی ها، تو صحبت ها که میکردم، مصاحبه ها که میکردم، گفتم یه فیلمی، عملیات طریق القدس، عملیات طریق القدس پیروز شد. فرمانده عملیات چیز بود، صیاد شیرازی بود. صیاد شیرازی هم 2 تا درجه گرفته بود، سرهنگ شده بود، شده بود فرمانده نیروی زمینی و فرمانده عملیات. حالا بهرام هوشیار هم زیر دست اون توی قرارگاه کربلا کار میکرد، که اصلا واقعا اگر من بخوام بگم این بهرام هوشیار چقدر، چطور یه سرهنگی که ارشدترین سرهنگ ارتش بود اون زمان، چگونه با صیاد شیرازی با این هماهنگ میشد و با این کار میکرد و در راه پیروزی ارتش، در راه پیروزی ارتش کار میکرد، چقدر زیبا و نشون دهنده این بود که چه مرد بزرگ و داناییه. اصلا خودخواهی تو وجودش نبود، هیچ وقت خودخواهی تو وجودش نبود. به هر حال طریق القدس به پیروزی رسید. رادیو تلویزیون رفت توی رادیو تلویزیون رفت تو بستان. یه خانم جوان، دختر جوان، یه بچه بغلش بود، اومد جلوی دوربین گفت خانم بگو ببینیم چی شد اینا. گفت من در خون، من جو نتوانستم فرار کنم، ما نتونستیم از خونه فرار کنیم بریم یه جای دیگه، شهر به دست عراقی ها افتاد. من در خونه رو بسته بودم، با لگد افسران عراقی زدن در رو، شکستن و اومدن تو. اومدن تو، من قرآن بردم جلوشون و گفتم به این قرآن ما رو کار نداشته باشید، ما درگیر نظامیگری و این چیزا نیستیم، ما رو به این قرآن کار نداشته باشید. میگو با لگد زد زیر قرآن، گفت من قرآن، ما قرآن رو نمیپرستیم، ما خدا رو میپرستیم، برو لباسای شیک تو، خوب تو، تنت کن و بیا. این بچه هم که بغل منه مال اونه. ببین چقدر دردناکه، ببین چقدر دردناکه. این فیلمی که من الان دارم برای شما سخن میگم الان در آرشیو رادیو تلویزیون هست. این فیلم الان در آرشیو رادیو تلویزیون هست، هر کس بخواد بره پژوهش کنه. من حتی این موضوع رو سر بریفینگ برای خلبانا وقتی میخواستیم بریم ماموریت میگفتم، میگفت اینطوری هم گفتم، گفتم دغدغه ربیعی و رحیمی و جهانبانی و بدرهی و اینا، دغدغه اینا این بود که این اتفاق نیفته، ناموس ما به دست عراقیه نیفته، و الا اینا اصلا دغدغه ای نداشتن، مشکلی نداشتند. ربیعی یکی از اون کسانی بود که میهن پرستی رو من از اون یاد گرفتم. یه روز داشتیم پرواز میکردیم، کابین عقبش داشتیم پرواز میکردیم، رفتیم کرمانشاه، رفت خوابید کف زمین، رفت تا مرز، از مرز عبور کرد، رفت داخل خاک عراق، دور زد به من گفت ببین این خط مرزه، اینجا خط مرز ماست. رفتیم تو خاک عراق، تو خاک عراق دور زد، برگشتیم اومدیم تو ایران. اومدیم گفت من یه تنبیهی شده بودم در پایگاه یکم، منو به دلیلی تنبیه کرده بودن. گفت این اشکا، این تنبیه، اون موقع ربیعی جانشین فرماندهی پایگاه یکم بود، فرمانده پایگاه سرهنگ سپه بود، شد فرمانده پدافند کامیابی پور، امیر کامیابی پور بود. به من گفت که علت این که تو رو تنبیه کردند اینه که این خط مرزی نیاد جلوتر، برسه به اینجا. یعنی میهن پرستی رو به من یاد داد ربیعی، و من همیشه مدیون ربیعی هستم. اصلا اعدامش رو قانونی و درست نمیدونم،
توی یک مسائلی شد که سیاسی این مرد بزرگ رو اعدام کردن و آدمی هم نبود که خوش سخن باشه و مثلا چی میگن چاپلوسی بکنه و حالت باشه. هیچ آدم اینطوری نبود. آره این